از لذایذ زندگی انسان رو به کجاها میرسونه که راه دیگران رو بزنه. اون چیزی که در قلب انسان اتفاق میفته به عنوان مکنونات قلبی، اون یا باید در قلب انسان بمونه و یا باید به انسانی که این کار است و میشناسیم نباز از طریق تبلیغاتی که برای یه قدیس میشه، شناختی که شخصاً پیدا میکنی. من در داستانهای گذشته بارها خدمتون گفتم مولانا اکیداً تأکید میکنه اینی که ما میگیم پیر، اولاً پیر تو رو پیدا میکنه، تو پیر رو پیدا نمیکنی. دوماً اگر میخوای کسی رو به عنوان راه بر انتخاب بکنی در این راه، حتما شخصا بشناسش، شخصا باهاش هشت و نشت کن. اینی که آقای فلانی 2 میلیون پیرو داره نمیتونه بیاد با تک تک بشینه، آقای فلانی برای خودش میدونه که اینها رو داره. زمانی شما میتونید از راهبری صحبت کنید، از هدایتی صحبت کنید که اون هدایت در حقیقت باهاش نشستید و بلند شدید، تجربهش کردید. این حرکات قلبی و این تجربیاتی که برای هر کدوم از ما پیش میاد، خیلی جاها راه این زده میشه. ما خوابی رو میبینیم که بسیار سبکه، بسیار صادقه، در مدیتیشن ها، حتی در غیر مدیتیشن ها، در خیلی جاهای دیگه تجربیاتی داریم که به ما پروبال زیادی میده، ولی متاسفانه راهش زده میشه. در قرآن، اجازه بدید من اینو براتون بخونم چون شبیه به این حرفاست که در داستان موسی و شبان اومده. و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیت فینسخ الله ما یلقى الشیطان ثم یحکم الله بآیاته والله علیم حکیم. میگه ما رسولی را نفرستادیم از قبل، که البته من فکر میکنم جریان همیشگیه. این آیه در این آیه 51 سوره حج، این همون آیه ایه که در کتابهای آدمهایی مثل سلمان رشدی پیدا میکنید و به این آیات استناد کردن. من حالا وارد اون بحثا نمیشم. میگه شما هیچ زمانی پیدا نمیکنید که ما رسولی فرستادیم یا نبی فرستادیم مگر اینکه در قلب تمنایی بود و شیطان راه این تمنا رو میزد شما به هیچ عنوان در این زندگی دنیا در دریافت حقایق، درک کردن اون جریان الکتریکی تنها نیستید. اون چیزی رو که شما احتیاج دارید بحثیه که باید در درون به توکل برسید. وقتی که اون عشق واقعی بود، وقتی که به دور از تمام این ظاهرها بود، شما بدونید خدا شما رو تنها نمیگذاره. این نه تنها فرهنگ دینیه، این از جزء بدیهیات به قول فیلسوفان نظریات عرفانیه. شما تنها نیستید، پیام براتون میاد. وقتی که قلبتون تمنا داشته باشه، راهنما منتها کجا راه زده میشه؟ همون جایی که تو این یک سال این همه گلو پاره کردم که مواظب باشید به نکته هایی. هر کسی که میاد در سر راه شما و یا هر چیزی که به شما معرفی میشه شهد نیست، میتونه سم باشه. تو قلبت رو پاک کن، و پاک کردن قلب رو من توضیح دادم جلسه قبلم، خیلی راجع به این موضوع صحبت کردم. قلبت رو پاک کن، به هیچ عنوان به گناهان و ثوابهای دینی ما کاری نداریم. تو فقط بدون که دروغ گفتی، تو فقط بدون که حسادت کردی، فقط ببینش. وقتی که دیدی، عرفان به ما میگه که تو فطرتت الهیه. تو